سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به ویدیو جدید. امروز تو این ویدیو قرار بریم و همدیگه یه ویدیویی رو تماشا بکنیم که تقریبا مال 5 ماه پیشه. به دو دلیل من این ویدیو رو منتشر نکردم. یک اینکه ویدیو صدا نداره، یعنی کلا بدون توضیح ضبط شده. هیچ توضیحی ندادم، صدای محیط هست، هیچ حرفی روش نزدم و قرار بود دوبلش بکنم. حقیقتش قرار بود انگلیسی دوبلش بکنم، ولی خب به یه سری دلایل هم سخت بود، هم پیچیده بود، کار نکردم. و دو اینکه فیلم برداری یه ذره ساده است. تکنولوژی پایین بود، مثلا پای دوربین نداشتم و روی پای قدیمی بود، یه ذره سخت بود. و فیلم برداری جالبی نبود از نظر خودم. ولی الان که ویدیو رو نگاه میکنم، چون ادیت شده کامل ویدیو رو که نگاه میکنم، به این نشستم که میتونم ازش یه محتوای فان در بیارم. اگه دوست دارید این ویدیو رو به صورت وایس اوور با من تماشا بکنید، بزنیم بریم ویدیو رو داشته باشیم. سلام دوستان، خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوب من غریبم و اینجا کارگاه تلاجهر منه. امروز تو این ویدیو قراره بریم یه انگشتر نقره درست بکنیم به شکل گره. خب ما به مقداری سیم نقره احتیاج داریم برای ساخت این انگشتر. ولی اول از همه بریم این سیم نقره رو آماده بکنیم. بزنید بریم. خب ما یه مقدار نقره احتیاج داریم که اون رو ذوب بکنیم و بریم داخل ریژه تا بتونیم توی مرحله بعد نورد بکنیم. یه مقدار داخل بوتون می‌ریزیم، ذوبش می‌کنیم، می‌ریزیم داخل قالب که حالت استوانه‌ای به خودش بگیره که از دستگاه نورد رد بشه. اینو که اینم بهتون بگم دوستان، حتما شمشتون رو خشک بکنین که دستگاهتون رو خراب نکنه و اینکه هر از چندگاهی هی اون رو تابشش بدین تا دوباره نرم بشه. بعد از یکم نورد کردن سیممون آماده است. به همین شکل کردنیم شده. خب ببینیم، بعد نورد کردن همیشه بعد از چند در نورد کردن نقره سفت میشه. اونو بعد حرارتی به اصطلاح تابشش بدیم تا به نرمی اصلی و اولیه خودش برگرده که بتونیم ما اون رو خمراستش بکنیم و به اصطلاح خشک نباشه و نشکنه. الان دست دیگه برو دیگه. خب ببینید، الان ما یه تیکه از این سیم رو که مقطع مربعی داره رو میچینیم تا مقطعش رو گرد بکنیم، چون میخوام یه انگشتر درست کنم که یه سیم باشه خوشگل باشه دیگه، مقطع مربعی خیلی جذاب نیست. خب اسم این دستگاه حدیده است. حدیده کارش چیه؟ کارش اینه که مقطع مفتول رو گرد میکنه. الان ما سیمی که داریم مقطعش مربعیه، می‌خوام گردش کنیم. کافی فقط یه ذره این گوشه یا نوکش رو بسابیم تا نازک‌تر بشه، تا از دستگاه حدیده رد بشه که بتونیم اون حدیده بکشیم. به اصطلاح به این کار میگن حدیده کشی یا زر کشی هم به اصطلاح بهش میگن. اگر دوست دارید بدونید اسمش چیه، این کار چیه، اسم کار این. خب الان اندازه بگیریم، مثلا داریم جلو دوربین اندازه میگیریم که آره مثلا ببینید، شما میتونید دو تا کار بکنید. یا حدیدتون رو بزنید روی گیره مثل من همین الان، یا اینکه حدیدتون رو بزنید زیر پاتون و اونجوری بکشید. بستگی داره، اگه جا ندارید اون کارو بکنید، اگر جا دارید بزنید روی گیره. برای اینکه نرم بشه ما به سیم یه ذره موم زنبور عسل میمالیم تا هم حدیده خراب نشه، همین که راحت تر بتونیم با دستگاه حدیده کار بکنیم و اذیتمون نکنه، زور الکی مصرف نکنیم. ببینید سیم رو رد میکنید و با انبر حدیدی کش اینجوری میگیریدش. آه خدای من، بلکه خیلی سخت ها مکان نداشته باشین. دادن اینجا هم تو این سکانس دستم هم خورد به دیوار، دوباره میذاری داخل حدیده، دوباره یه درجه تنگ تنگ خب ببینید، دوباره بعد از حدیده کشیدن هم سیمتون سفت میشه. خب طبیعتا باید دوباره حرارتش بدید تا نرم بشه و شکننده نشه و بتونید گرش بزنید راحت و به ادامه زندگیتون بپردازید. کاتسینا رو حل میکنید دوری میره بر. خب ببینید، این اسمش حلقه نمره است. حلقه نمره رو برمیدارید، رندوم یکی از این حلقه رو میکنید داخل انگشتتون، ببینید سایز انگشتتون چجوریه و هر کدوم از این شماره هست. یکشو برمی‌داریم. خب این که پر واضحه، اصلا کلا اندازه دست من نیست. یکی دیگه‌شو برمی‌داریم. می‌ریم جلوتر یه عدد. اینم بازم کوچیکه. این یکی احتمالاً اندازه انگشتم میشه. خب یکم صفر. بهتر یک درجه بریم بالاتر. شاید این بهتر بشه. خب این آره این خوبه. این هم آزاده هم اندازه است. اوکی. توی این مرحله ما میایم سیمو چیکار می‌کنیم؟ گرهش می‌زنیم. گره زدن که همه بلدن. همینجوری گره میزنید و تقریبا وسط سیم بیفته خوبه. الان با دو تا انبر
اول آخر سیم میگیرید و میکشیدش و گرهش رو اندازه میکنید که دوست دارید. اگر میخواین کوچیک باشه بیشتر میکشید کوچیکتر میشه، اگر میخواین بزرگ باشه کمتر میکشید. فقط یه نکته ای داره، باید گرهش رو جوش بدید. بعد از اینکه انگشترتون درست کردین دیگه سایز انگشتر بزرگ و کوچیک نشه، همین شکلی که الان میبینید خیلی زیبا شیک و مجلسی. یعنی یه تیکه لحیم برمیدارید خیلی زیبا و سسکی میذارید روی اون قسمت گره گوشی ازم چیزم جوشش بده و جوشش میدید دیگه، هم داریم میبینید تصمیم. خب ببینید الان ما اینو جوش دادیم، یه طرفش رو میچینیم، طرف کوتاهش رو میچینیم و طرف بلندش رو نگه میداریم. چون ما اندازه گرفته بودیم دور انگشت ما یه سایزی داره دیگه، طبق این قانون که حالا محیط دایره است چطور پرتاییه که من خودم نمیدونم، فقط نوشتم 5 ماه پیش نوشتم یادم نمیاد، طولش میشه فکر کنم 6 خورده ای الان ندیدم سانت، سانت میگیرید و 7 خورده ای 6 خورده ای نمیدونم ندیدم ازش. سانت میگیرید و چک میچینیدش و اندازهش رو چک میکنید ببینید درسته بله و میان اینو گردش میکنید. ببینید اصلا نیاز نداره به میلا، من اصلا اینجا اشتباه انجام دادم. بعد همین انبر سر و ته دوتا سیما رو دوتا ته انگشتر رو به همدیگه برسونید تا بتونید جوشش بدین تا دیگه هیچ درجه نداشته باشه بسمه سنگوش. دقیقه نکنید سر و تهش رو همدیگه برسونید و دیگه که لحیم بذارید روی تخت کار و خود انگشتر رو بذارید روش، دقیقا اون قسمت چاکه که جوش نداره رو بذارید روش، حرارتش بدید و بهش یه قطره مایه جوشکاری اضافه بکنید. یه لحیم هم ذوب میکنی از بالا میذارید روش تا روش گازنبوری جوشش بدید، جوش بخواه جوش بخواه تق ببینید جادوی سینما جوش خواه چس جوش و میشوردش رو اون هم اسید اگه نمیدید. ببینید الان جوش خورد، من اینجا نشون ندادم یک سابیدم یکم تمیزش کردم، الان میدازید داخل یه دونه داخل میل سایز و این رو با چکش پلاستیکی روش میکوبید تا حالت گرد کاملا خوب به خودش بگیره و خیلی زیبا و شکیل انگشتتون آماده بشه. به همین صورت ببینید الان میکنید دستتون و ازش لذت ببینید. نه 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 ببین اشتباه کردم اون نه لذت ببینید یه مرحله دیگه ببینید انگشتتون آماده است. ببینید الان فقط یه مرحله مونده اونم پرداخت، اگه دینام دارید که با دینام پرداخت، اگه ندارید مثل من از فرز استفاده کنید. این سر اینا اینجا رو بذارید روش و یه دونه دیالوکس آبی و سبز بردارید، با دیالوکس آبی و سبز اونو پرداخت بکنید، همینجوری انگشتر رو بذارید خونه بچرخونید و با صدا بالا تصویر پرداخت. اگه ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب کنید، خواستین شیرش هم بکنید، هر کاری خواستید بکنید، کامنت هم سوال هم بپرسید بهتون جواب میدم قطعا و موفق و پیروز باشید و اینکه بس دیگه.